داستان برادر پل یک دستگاه اتومبیل سواری به عنوان ایدی از برادرش تریاف کرده شب عید هنگامی که پل از اداره بیرون آمد متوجه پسر بچه شیطانی شد که دوروبر ماشین و براغش قدم میزد با آن را تحسین میکرد پل نزدیک ماشین که رسید پسر پرسید، این ماشین مال شما آقا؟ پل سرش را با علامت تایید تکان داد و گفت برادر منوان ایدی به من داده پسر متعجب شد و گفت و منظور تو این است که برادرتان این ماشی را همین جوری بدون اینکه سنتی با بطان پرداخت کنید به شما داده است آخ جون ای کاش البته پول کاملا واقف بود که پسر چه آرزوی میخواهد بکند او میخواست آرزو کند که ای کاش او همی کمشون برادری داشت اما چه که پسر گفت سرتا پای پل را به لرزه درم ای کاش من هم همچین برادری بودم پول ما تو محبوب به پسر نگاه کرد و سپس با یک انگیزه آنی گفت دوست داری با هم تو ماشین گشتی بزنیم؟ پسر گفت بله دوست دارم. تازه را افتاده بودند که پسر به طرف پول برگشت و با چشمانی کرد خوشحالی برق میزد گفت آقا میشه خواهش کنم که بری به طرف خونه ما؟ پول لبخند زد. او خوب فهمید که پسر چه میخواهد بگوید. او میخواست به همسایگانش نشان دهد که توی چه ماشین بزرگ و شیکی به خانه برگشته اما پل باز در اشتباه بود پسر گفت بی زحمت اونجایی که دو تا پله داره نگه دارید پسر از پله ها بالا دوید چیزی نگذشت که پل صدای برگشتن او را شنید اما او دیگر تند و تیز بر نمیگشت او برادر کوچک فلج و زمینگیر خود را بر پشت هم کرده سپس او را رو روی پله پایینی نشان و به طرف ماشین اشاره کرد. اون آشیمی میبینی درست همون طوریه که در بقیه بالا برای تعریف کردم. بردرش ایدی بهش داده. اونم سنتی بابت اون پرداخت نکرده. یه روز من همچین ماشینی به تو هدیه خواهم داد. اون وقت میتونی برای خودت بگردی و چیزه قشنگی ویترین مغازه شب رو همونطوری که همیشه برات چرمیدم ببین. پر در حالی که گوشه چشمش را پاک از ماشین پیاد شد و پسر بچه را در صندلی جلوی ماشین نشان. برادر بزرگتر با چشمان براق و درخشان کنار اون نشست و ستایی سپار گردشی فراموش نشدنی شدند.